حالا به بحث محیط زیست هم اشاره کردید. یکی از مواردی که همیشه در تایید و تکذیب سرگردان بوده این بحث پارازیت ها و تشعشعات غیر مجاز. بالاخره نتیجه این بررسی ها و بازرسی ها چی شد؟ آیا پارازیت غیر مجاز داریم یا نداریم؟ ببینید مسئله پارازیت از ابتدای این دولت به عنوان یک موضوع خیلی جدی هستش، یعنی بالاخره برای هر نظامی و برای هر دولتی سلامتی مردم اصله. و خب بارها و بارها توسط مسئولین اعلام شده و اخیراً هم در جلسه‌ای که در دولت داشتیم مجدداً جناب آقای دکتر روحانی تأکید فرمودن که حتماً این کار مورد توجه قرار بگیره. ولذا آنچه که ما الان داریم رصد میکنیم این هستش، ما و سازمان انرژی اتمی مشترکاً برنامه هایی داریم که مرتب در سطح شهر داریم رصد میکنیم که هیچ موجی بیش از حد مجاز نباشه و لذا این کار داره انجام میشه. با هر موردی هم که بوده شدیداً برخورد شده. این در رابطه با اینکه مردم مطمئن باشن که دولت با جدیت دنبال این هستش، که نقل قولی که آقای رئیس جمهور داشتن این هستش که مقام معظم رهبری روی سلامت مردم همواره ایشون تاکید دارن که هر کاری که به سلامت مردم صدمه بزنه بدون اغماز باش برخورد بشه. لذا این کار داره انجام میشه و امروز که داریم با هم صحبت میکنیم این جزء موضوعات اساسی هستش که داره پیگیری میشه. یکی از اقداماتی که وزارت ارتباطات به این منظور پیگیری کرده اون اجرای فیلترینگ هوشمند بوده. الان فیلترینگ هوشمند در چه وضعیه؟ خب اینم یکی از اون مباحثی هستش که همواره دولت شروع کرده، ما در وزارت ارتباطات شروع کردیم، چون که امروز کسانی که علاقمندن که از سایت‌های علمی خارجی استفاده بکنن، از بسیاری از این محتوایی که در وب‌های مختلف وجود داره استفاده بکنن، خب اونها بر اساس فرهنگ خودشون ممکنه که در یک سایتی 90% 80% مطالب مجاز باشه، مطالب علمی باشه، مطالبی باشه که مورد استفاده مفید قرار میگیره، 10% 15% 5% هم مطالبی باشه که از نظر فرهنگ ما، از نظر اعتقادات ما مفید نیست، یا اینکه ما مرتب از طرف خانواده ها مواجه میشیم به این که بالاخره از اونها از ما انتظار دارن که بالاخره این نوع محتوا در دسترس قرار نگیره که حقم با مردم هستش. بر این اساس ما فکر کردیم که اگر بخوایم که کل این سایت ها مسدود بشه، خب مردم از اون محتوای سالم این سایت ها محروم میشن. اگر بخواد باز باشه اون بخشش که غیر اخلاقی هستش یا مناسب نیستش، اون هم از نظر اخلاقی کار درستی نیستش. لذا به همین دلیل بحث فیلترینگ هوشمند مطرح شده، به این معنا که یک سایت میتونه باز باشه، فقط اون بخشای نامناسبش مسدود میشه، اون چیزی که خواست مردم هست. اجرایی شده آقای دکتر بازی؟ نه، ما اینو چون که به هر حال امروز در دنیا این بخشی که ما داریم کار میکنیم یه بخشی شده که اگه داد دیروز جنگ الکترونیک بین ارتش‌های دنیا بودش، امروز این تو بخش سیویل هم سرایت کرده و همینطور الان بین کشورهای مختلف و بخش‌های ICT کشورهای مختلف این وجود داره و شرکت ها برای اینکه بیشتر کالاهای خودشون و سایت های خودشون رو باز نگه دارن تلاش میکنن. بر این اساس ما حتما نیاز داشتیم که یک فناوری بومی داشته باشیم برای فیلترینگ هوشمند. ما پروژه‌ای رو تعریف کردیم در 3 فاز، در 3 مرحله،
و خوشبختانه دانشگاه‌های مختلف پژوهشگاه‌ها خیلی خوب اقبال کردن به این پروژه ما. ما الان حدود به 11 دانشگاه قرارداد بستیم، داریم با اینها کار می‌کنیم. فاز اول اجرا شد که از نظر ما حدود 87% توفیق داشتیم. الان فاز دوم این هستش که داریم کارمون رو انجام میدیم. ما امیدوار هستیم که تا پایان امسال و حالا ممکنه اوایل سال آینده، ولی امیدمون این هستش که تا پایان امسال آنچه که ما قرارداد بستیم با دانشگاه‌های مختلف جواب بده و بتونیم اینو اجرا کنیم.